سلام و عرض شاد باش و تبریک سال نو خورشیدی به شما بینندگان گرامی برنامه ایران و جهان. با من فریبا شیرازی همراه باشید در نیم ساعت پیش رو با گفتگوی هفته و نگاهی به تحولات مهم هفته گذشته. جریان انتخابات پارلمانی در اسرائیل برخلاف پیشبینی‌ها، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو توانست به پیروزی برسد. وعده‌های آقای نتانیاهو در مخالفت با توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطینی و دفاع از گسترش شهرک‌سازی‌ها، وعده‌هایی بود که با استقبال اکثریت اسرائیلی‌ها روبرو شد و او را بار دیگر بر کرسی نخست وزیری اسرائیل نشاند. حزب لیکود توانست 30 کرسی از مجموع 120 کرسی پارلمان را از آن خود کند، در حالی که اتحاد صهیونیستی رقیب اصلی این حزب 24 کرسی و فهرست متحد عرب نیز 14 کرسی کنست را به خود اختصاص دادند. دلیل استقبال اسرائیلی ها از برنامه ها و شعارهای آقای نتانیاهو چه بود؟ تأثیر این انتخابات بر گفتگوهای هسته‌ای چیست و پیروزی دوباره راستگرایان در اسرائیل بر رابطه این کشور با آمریکا چه تأثیری دارد؟ این سوالات را با مهمانم آقای دکتر حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم و از ایشان پرسیدم چگونه شد که برخلاف انتظار و به رغم پیشبینی‌ها حزب لیکود در انتخابات پارلمانی اسرائیل به پیروزی رسید؟ من فکر میکنم که مسائل امنیتی که اتفاق افتاده با توجه به تهدیداتی که وجود داره، چه از طرف گروه های فلسطینی و چه تحرک نیروهای دیگه‌ای که در منطقه وجود داره، اینها موجب شد که رای دهنده اسرائیلی در واقع به طرف اون شعارهایی رفت که آقای نتانیاهو در انتخابات مطرح کرد درباره امنیت و در واقع حفاظت از شهروندان اسرائیل و همینطور موضوع پرونده هسته‌ای که یک بحث بسیار داغی بود در سطح بین‌المللی و انعکاس خیلی گسترده‌ای هم در داخل اسرائیل داشت، بخصوص اون سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا، همه دست هم دادن که به این شکل تأثیر گذار بشن بر نتیجه انتخابات و در واقع به جای شعارهایی که گروه های دیگه مطرح میکنن در مورد اقتصاد و مسائل مربوط به اون، مسئله امنیت رو به این شکل برتری دادن و اولویت دادن. میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 72% اعلام شد. آیا میتوان گفت که طیف وسیعی از اسرائیلی ها به سیاست های آقای نتانیاهو رای دادن؟ من معتقدم که این مسئله میتونه تاثیرگذار باشه، اما مسئله دیگه که موجب مشارکت گسترده به خصوص در میان اعراب مرز 48 یا اون خط مرزی 48 در داخل اسرائیل شد، خیلی گسترده این بار شرکت کردن و برای اولین بار هم تونستن 14 کرسی در واقع در داخل کنیست اسرائیل به دست بیارن، گروه سوم شدن و این خیلی حائز اهمیت بود. و دلیل اینکه این همه فلسطینی در داخل مرزهای اسرائیل به این شکل گسترده شرکت کردن این بود که فلسطینی ها برای اولین بار به جای لیست های پراکنده ای که قبلا در انتخابات مطرح میکردن، در این دور از انتخابات به شکل یک لیست واحد شرکت کردن و این بالاترین نرخ مشارکت را در میان فلسطینی های داخل اسرائیل ایجاد کرد و این چنین وضعیت جدیدی را مطرح کرد و 14 کرسی برای اولین بار به این فلسطینی ها در داخل پارلمان اسرائیل به این شکل داد. تمرکز اصلی آقای نتانیاهو در مبارزات انتخاباتیش موضوع امنیت اسرائیل و تاکید بر خطر ایران هسته‌ای و همچنین رد تشکیل کشور مستقل فلسطینی بود. با اتخاذ سیاست‌های رادیکال، امنیت اسرائیل چگونه تامین می‌شود؟ خب این یک بحث ساختاری رو مطرح می‌کنه
که این سیاست آقای نتانیاهو در نهایت برای شهروندان اسرائیل امنیت ایجاد نخواهد کرد. منتها آقای نتانیاهو سیاستش را بر این مبنا قرار داده و تلاش میکنه گروه‌های تندروی دستراستی رو در یک ائتلاف برای تشکیل دولت با خودش همراه کنه، در واقع در کنار گروه آقای نتانیاهو، حزب لیکود، احزاب دیگه مثل حزب آقای موشه کهلون که تونستند در این انتخابات حدود 10 کرسی رو به دست بیارن، احزاب دینی هم وجود دارن که اینها در واقع میتونن با آقای نتانیاهو همراه بشن و در مجموع آقای نتانیاهو میتونه با یک ائتلاف دستراسی حدود 60 الی 66 کرسی رو به دست بیاره و بتونه کابینه جدید اسرائیل رو تشکیل بده و من معتقدم این گزینه اول و اولویت آقای نتانیاهو. مسئله بعدی این که ممکنه با گروه های دیگه یا با چپ میانه اسرائیل همراه بشه، البته این در اولویت دومه و این میتونه ائتلاف بزرگتری رو برای آقای نتانیاهو و گروه های دیگه ایجاد کنه. منتها این شعارهای تند که بخصوص بر دو محور عدم قبول یک دولت مستقل فلسطین و همچنین ادامه شهرکسازی در مناطق اشغالی رو در بر میگیره، این میتونه فقط با ائتلاف دست راستی ها انجام بشه. بنابراین من معتقدم که این شعارهای تند به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد و در تشکیل دولت جدید اسرائیل با آقای نتانیاهو کمک خواهد کرد. آقای نتانیاهو رسما اعلام کرد که اجازه تشکیل کشور مستقل فلسطینی را نمیدهد و شهرک سازی ها را همچنان ادامه میدهد، گرچه بعدا از مواضع اش در این باره عقب نشینی کرد. با این وجود چگونه میخواهد موضوع فلسطین را حل کند؟ ببینید، همین که آقای نتانیاهو پیروز شد، واکنش های مختلفی ما دیدیم. اول سازمان ملل، سپس آمریکا از آقای نتانیاهو و هر دولتی که در اسرائیل شک بگیره خواستن که حتما بایستی به موضوع دو دولت متعهد بشه و همینطور قطعنامه های سازمان ملل و فرایند صلح و بازگشتن به مذاکرات صلح. ولی اون چه که آقای نتانیاهو انجام خواهد داد و گروه هایی که طرفدار ایشون هستن این کار رو نخواهند کرد. بنابراین ما دیدیم که سازمان آزادی بخش در بیانیه‌ای که صادر کرد گفت پیروزی آقای نتانیاهو استمرار نجات پرستی، در واقع تخریب منازل فلسطینی ها و تبعیض نژادی در این کشور. خیلی تند با پیروزی آقای نتانیاهو برخورد کردن. البته سخنگوی آقای محمود عباس نبیل بردینه مطرح کرد که برای ما فرقی نمیکنه که در اسرائیل چه کسی به قدرت برسه، مهم این که ما شریک صلحی پیدا کنیم که به تمام تعهدات بین‌المللی متعهد و ملتزم باشه. من بعید میدونم که آقای نتانیاهو ملتزم خواهد بود. به همین خاطر اون چه که اتفاق خواهد افتاد در جانب اسرائیل یک تندروی خیلی شدیدی شکل خواهد گرفت و در مقابل فلسطینی ها هم تندروی خواهند کرد و احتمال شکل‌گیری یک انتفاضه جدید در این شرایط وجود دارد. تأثیر این انتخابات بر گفتگوهای هسته‌ای چیست و آیا پیشبرد مذاکرات اتمی را سخت‌تر خواهد کرد؟ من معتقد نیستم که جزئیات پیشرفت مذاکرات هسته‌ای زیاد به اسرائیل و آقای نتانیاهو به شکل مستقیم مربوط میشه، بلکه این برمیگرده به طبیعت پرونده هسته ایران و تمایلاتی که آقای خامنه‌ای از خودش نشون میده و نشون داده در گذشته. منتها بحث اصلی در پرونده هسته‌ای اینه که آقای نتانیاهو به نحو احسن از این موضوع استفاده کرد و در واقع اون تهدیدی که از جانب این موضوع بر ضد اسرائیلی ها شکل می گرفت در اهداف سیاسی خودش به کار برد، ایران رو و تهدید اتمی ایران رو خیلی بزرگ کرد و در واقع میشه گفت که آقای خامنه ای کمک خیلی بزرگی به پیروزی آقای نتانیاهو در اسرائیل کرد. تندروی هایی که در پرونده اتمی ایران مطرح میشد در واقع همه کمک کرد با آقای نتانیاهو و آقای
نتانیاهو هم به نحو احسن تمام این مسائل رو به کار برد تا اینکه در این انتخابات پیروز بشه. اما اینکه نتانیاهو در نهایت با ایران درگیر بشه یا بر ضد ایران درگیر بشه، من اینو بعید میدونم. من فکر میکنم که هدف آقای نتانیاهو این بود فقط استفاده تبلیغاتی و انتخاباتی از موضوع ایران بکنه و در نهایت میدونید که تندروها در هر دو کشور همدیگر رو بیمه میکنن، یعنی آقای خامنه ای به نتانیاهو کمک میکنه و آقای نتانیاهو هم با ایجاد یک انتفاضه جدید به شکل غیر مستقیم طبیعتا آقای خامنه ای را احتمالا به وجد خواهد آورد. آیا می توان گفت که با انتخاب مجدد آقای نتانیاهو منتقدان گفتگوهای هسته‌ای در روند توافق سنگ اندازی کنند؟ من معتقدم که این انتخاب در واقع به شکلی نشون خواهد داد که در واقع اگه کسی در آمریکا طرفدار اسرائیل و میخواست بگه که افکار عمومی اسرائیل همراه با مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق نامه با ایران بوده، الان به این شکل نیست و بنابراین به طور غیر مستقیم اون چه که در اسرائیل اتفاق افتاد نشون میده که افکار عمومی بر ضد ایرانه که رفتن با آقای نتانیاهو رأی دادن و بنابراین این مخالفین در واقع مذاکره با ایران رو تقویت میکنه در آمریکا، برعکس اون چه که آقای اوباما انتظار داشت که بگه که هم افکار عمومی در منطقه و هم افکار عمومی در داخل آمریکا به نفع مذاکرات با ایران و به نفع رسیدن به یک توافقنامه در این زمینه هست، الان حداقل در اسرائیل چنین تفکراتی وجود نداره، علی‌رغم تمام نظرسنجی هایی که صورت می گرفته، ولی نتایجی که به شکل واقعی به دست آمد نشون میده که تمام اون نظرسنجی ها درست نبود و افکار عمومی در داخل اسرائیل بر ضد توافقنامه ایرانه. آیا این انتخاب مواضع مخالفان توافق هسته‌ای در ایران و آمریکا را به یکدیگر نزدیک کرده است؟ من اعتقادی به این شکل ندارم. من معتقدم که قبل از اینکه اسرائیل تعیین کننده باشه در پرونده هسته ایران، خود جزئیات و موارد اساسی مربوط به پرونده هسته ایران بحث برانگیزه و خودش موجب ایجاد مشکلات میشه. مثلا موضوع مجازات ها و تحریم هایی که الان ایران به شدت به دنبال اون افتاده که این مجازات ها را برداره، شدیداً بر گردن علی خامنه ای فشار وارد میکنه. اقتصاد ایران اقتصاد در هم شکسته ای الان هست، اگر این مجازات ها ادامه پیدا کنه آقای علی خامنه ای نمیتونه جنگ های خودش در عراق، یمن، سوریه و جاهای دیگه رو اداره کنه. بنابراین فشار خیلی سختی الان بر خامنه ای و بر اقتصادی که بر ملت ایران به این شکل تحمیل کرده وجود داره و من معتقدم که خامنه ای خواهان لغو کامل این تحریم ها تا بتونه برنامه های خودش رو در منطقه و در داخل ایران ادامه بده، اما طرفهای غربی نمیتونن به این شکل این تضمین ها رو بدن. در واقع فرمولی که ارائه شده فرمول گام به گامه. ایران بایستی تعهدات خودش رو در این مذاکرات و در اگر موافقت نامه شکل بگیره در این موافقت نامه انجام بده، سپس وارد موضوع برداشتن تحریم ها بشه. بنابراین این موضوع خودش میتونه مشکل ساز بشه و در طبیعت خودش این مشکل وجود داره، اگرچه انتخاب نتانیاهو در فضای عام تأثیر میذاره بر پیچیده شدن اوضاع مذاکرات به نتیجه رسیدن آنها. رابطه آمریکا و اسرائیل اخیراً به دلیل مواضع تند آقای نتانیاهو و سخنرانی او در کنگره آمریکا به سردی گراییده. با توجه به اقبال عمومی مردم اسرائیل از سیاست‌های حزب لیکود، آیا دولت آمریکا در روابط خودش با نتانیاهو تجدید نظر می‌کند؟ من معتقدم که شرایط جدیدی که شکل گرفته در آمریکا خیلی مهمتره، چون که قبل از اینکه آقای نتانیاهو به قدرت برسه یا این پیروزی رو به این شکل به دست بیاره،
در آمریکا تغییراتی صورت گرفته، کنگره عوض شده و این مقدمتا بر رابطه آمریکا و اسرائیل در واقع تأثیر خواهد گذاشت بر موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران، و بنابراین اون تعهداتی که بایستی ایران انجام بده در یک زمان محدود بایستی نتیجهش مشخص بشه. اگر ماه مارس تمام بشه و نتیجه بیرون داده نشده، بخصوص اگر تعطیلات عید نوروز که معمولا خامنه ای تلاش میکنه وقتی که مطبوعات و رسانه ها نیستن و مردم همه در سفر باشن و ادارات هم تعطیل باشه، سعی میکنه زد و بندی با نیروهای غربی و کشورهای دیگه انجام بشه. اگه تعطیلات نوروز هم بگذاره و اتفاقی نیفته، من معتقدم که مشکل خیلی بیشتر خواهد شد، به این معناست که دیگه توافقنامه ممکنه صورت نگیره و این در طبیعت قضیه است و اسرائیل درصد ناچیزی از این موضوع رو داره. این قضیه بیشتر به اون عناصری تعلق داره که در داخل خود پرونده هسته‌ای، عناصری که در ساخت قدرت در آمریکا وجود داره و در نهایت به اسرائیل و منطقه رسانده میشه. ولی اسرائیل همه قضایا نیست، تمام متغیرها دست اسرائیل نیست، بلکه متغیرهای دیگه که در داخل پرونده هسته‌ای ایران و در داخل سیاست آمریکا وجود داره، اونها تاثیرگذارن و من معتقدم که اوباما آخرین فشارهاش رو برای ایجاد یک توافقنامه با طرف ایرانی داره میاره، ولی این فشارها هم مدت کوتاهی خواهد داشت. یعنی در واقع آقای اوباما نمیتونه برای ابد به این شکل ادامه بده و فرصت زمانی اونها هم بسیار کوتاهه. تا پایان مارس یا حداکثر بعد از آپریل همه چی مشخص میشه که امکان ایجاد یک توافقنامه اتمی با ایران هست یا نه. آیا این پیروزی افکار عمومی آمریکا را به سوی سختگیری بیشتری علیه ایران سوق می‌دهد؟ من فکر می‌کنم این می‌تونه تاثیرگذار باشه در داخل افکار عمومی آمریکا. یعنی اگر فشارها می‌خواست نشون بده که این مخالفت‌هایی که بر ضد مذاکرات صورت می‌گرفته، اونطور که آقای اوباما و حکومت و دولت آقای اوباما میگفت که اینها شکل واقعی داره، الان به این شکل تغییر پیدا میکنه و بنابراین اون چه که داره اتفاق میفته میتونه افکار عمومی داخل آمریکا را بر ضد پرونده هسته‌ای تحریک کنه، بر ضد ایران تحریک کنه و همینطور فشارهایی که در منطقه خاورمیانه وجود داره، اینها هم میتونن تاثیرگذار بشن. مثلا ایران مدعیه که داره علیه مبارزه میکنه در منطقه، منتها اخباری که اخیراً داره نشر میشه در منطقه نشون میده که بسیجیان شیعه کارهای بدتر از اون چه که داعش داره انجام میده اینا دارن انجام میدن و به همین خاطر این میتونه انعکاس خیلی گسترده ای و فشار خیلی گسترده ای بر دولت آقای اوباما وارد کنه و من معتقدم که زمانی که ما الان در اون هستیم نه به نفع اوباماست نه به نفع مذاکرات هسته‌ایه و همینطور آقای خامنه ای در داخل ایران هم نمیتونه خیلی سریع در این مورد تصمیم بگیره و بنابراین این وضعیت خیلی پیچیده است و متاسفانه در نهایت نتایج منفیش بر زندگی روزمره و مسائل روزمره مردم ایران تاثیر منفی میذاره. چقدر بسیج افکار عمومی آمریکا دست آقای اوباما رو برای توافق با جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای می‌بندد؟ اگر این تغییر در افکار عمومی در واقع به شکل خیلی حاد منتقل بشه در داخل کنگره، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و اساساً کنگره با تغییراتی که درش ایجاد شد به هر حال نمیتونه راه رو همیشه برای این مذاکرات باز بذاره و کارهایی که ایران داره انجام میده و حرفای ضد و نقیضی که مسئولان ایرانی مطرح میکنن، مثلا آقای ظریف مطرح میکنه که در تمام جزئیات پرونده هستی در مسائل فنی به توافق رسیدیم و موقع آقای الکبر صالحی میاد مسائل دیگه رو مطرح میکنه، در واقع جهان و آمریکا و در نهایت دولت آمریکا و کنگره آمریکا تا ابد نمیتونه این فضا رو در اختیار ایران و مذاکره کننده ایرانی بذاره و من معتقدم که این وضعیت به ضرر حکومت ایران در نهایت تموم میشه و ایران این فرصت شکل گرفته برای ایجاد یک توافق رو از دست خواهد داد. تا
تا چه اندازه به نتیجه گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی خوشبین هستید؟ من معتقدم که در واقع امیدها خیلی کمتر شده برای ایجاد یک توافقنامه هسته‌ای و اون بلند پروازی هایی که آقای خامنه‌ای داره، در واقع خیلی بعیده که از این بلند پروازی ها کنار بره. حتی اگر آقای روحانی هم بیاد توافقنامه‌ای را امضا کنه، در داخل چه کسی میخواد اونو اجرا کنه؟ شما دیدین که هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی که اخیراً از ایران دیدن کردن، با اینکه آقای ظریف در واقع نماینده ایران در آژانس خیلی قول‌های جالبی داده بود که با اونها همکاری خواهند کرد، ولی وقتی به ایران رسیدن دیدن که دستشون خیلی بسته است. این نشون میده که اون چه که روحانی قول میده، سپاه پاسداران که عملاً در واقع مشرف بر تمام پایگاه‌های هسته ایرانه، اجازه تحرک به بازرسان بین‌المللی رو نمیده. بنابراین اینکه حتی اگر آقای روحانی بیاد توافقنامه امضا کنه، دولت‌های غربی خیلی نگرانن که چه کسی این توافقنامه رو در داخل ایران اجرا خواهد کرد. به همین خاطر فرمولی که آمریکا برای موافقتنامه مطرح می‌کنه، فرمول گام به گامه و بعد از اینکه ایران بایستی تمام التزامات و تعهداتش را برآورده کنه، اون موقع موضوع تحریم ها بر کنار بشه و از بین بره. در واقع آمریکا بعد از گذشت این همه مدت و دولت های غربی هم همینطور، ما دیدیم که نماینده آلمان هم صحبت خیلی تندی در مورد موضوع غنی سازی کرد و گفت موضوع غنی سازی بایستی به شکل کامل از بین بره و نه به شکل موقت. نگرانی های دولت‌های غربی از اینه که حتی اگر ایران بیاد موافقتنامه امضا کنه، اجرای این موافقتنامه در داخل ایران و به خصوص وقتی که سپاه پاسداران مشرف بر تمام پایگاه‌های هسته‌ای ایران، این اجراش با مشکل مواجه میشه. اینا اجرا نمی‌کنن. پیامدهای عدم توافق هسته‌ای برای دو طرف مذاکره چه خواهد بود؟ من فکر میکنم پیامدهای خیلی سختی برای مردم ایران و دولت ایران خواهد داشت، چون که تحریم ها خیلی آثار بسیار در واقع منفی در داخل ایران گذاشته، مردم ایران رو تحت خیلی فشار خیلی سختی قرار داده. شما فقط نگاه کنید وقتی امید به توافق بالا میره، دلار چقدر میاد پایین، و وقتی که امید از بین میره، دوباره دلار میره بالا، و این و بالا و پایین آمدن دلار خیلی به زندگی مردم مربوط میشه. بنابراین اگر این توافق صورت نگیره، طبیعتا تورم خیلی بالا خواهد رفت، اقتصاد در هم شکننده بیش از اون چه که الان هست شک خواهد گرفت و تاثیرات بسیار منفی بر مردم ایران خواهد داشت، مشکلاتشون دوچندان خواهد شد. همینطور آقای خامنه‌ای که الان جنگ‌های خیلی گسترده‌ای رو هم در منطقه به راه انداخته، نمیتونه این جنگ‌هاش رو به راحتی اداره کنه. بنابراین این ایرانه که مجبور در مورد به توافق رسیدن کوتاه بیاد. اگر کوتاه نیاد مشکلاتش خیلی زیاده، چون که تحریم‌ها در واقع سر آقای خامنه‌ای و اون افرادی که به ایشون نزدیکن رو زیر گیوتین گذاشته، و بنابراین اگر ایران کوتاه نیاد، با مشکلات خیلی عدیده و بسیار گسترده مواجه خواهد شد. با سپاس از آقای دکتر حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی که از استانبول ترکیه با ما همراه بودند. صدها تن از استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های ایران هفته گذشته در نامه خطاب به رئیس قوه قضایی ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی را مورد اعتراض قرار دادند. امضا کنندگان نامه این ممنوعیت را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی خوانده که زیبنده نظامی که بر اساس جمهوریت و اسلامیت بنا شده نیست. صدها استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در کشور توصیف کردند.
این استادان دانشگاه در نامه خود که روز چهارشنبه 27 اسفند ماه منتشر شد تاکید کردند این اقدامات غیرقانونی را زیبنده نظامی که بر اساس جمهوریت و اسلام بنا شده است نمی‌دانیم و خواستار رفع هرچه سریع‌تر این محدودیت و تکریم و احترام در خور شأن بزرگانی چون ایشان هستیم. اکثر امضا کنندگان این نامه در شمار چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب هستند. تسلیت نگفتن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به محمد خاتمی در پی درگذشت خواهر وی به این باور دامن زده است که حکم ممنوعیت رسانه‌ای رئیس جمهوری پیشین ایران مورد تایید آقای خامنه ای است. نام رضا فرجی دانا، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفی معین، علی شکوری راد، احمد شیرزاد، فخرالدین دانش‌آشتیانی، محمد رضا سعیدی، فرشته بقایی و محمد جواد آبدینی در میان 608 امضا کننده این نامه دیده می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 27 بهمن ماه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفت شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کردند که دستگاه قضا می تواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه‌ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می شود. جز این سخنگوی قوه قضاییه تا کنون هیچ مستند قانونی درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری اسبق ایران ارائه نکرده است. گفته های آقای محسنی اژه‌ای در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه 13 اسفند ماه گفت شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی نداشته است. حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران نیز گفته است که در این زمینه هیچ گونه مصوبه‌ای چه در روزهای اخیر و چه در سال 88 از سوی شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد. با وجود این سخنان مقامات دولت ایران، مسئولان قوه قضاییه اما همچنان تاکید دارند که ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری اسبق ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر آقای خاتمی را تصمیم حکومتی خواند که به گفته او در شورای عالی امنیت ملی که قوای سگانه حضور دارند اتخاذ شده و مبنای قانونی دارد. در هفته گذشته برخی از وبسایت‌های خبری تصویر صورت آقای خاتمی را به صورت شطرنجی منتشر کرده و همچنین از عبارت رئیس جمهور بعد از هاشمی و قبل از احمدی نژاد برای نام بردن از آقای خاتمی استفاده کرده بودند. پیش از آن نیز روز 7 اسفند ماه سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی همراه با سایت بهار نیوز به دستور قوه قضاییه و با استناد به انتشار تصاویری از محمد خاتمی مسدود و یک روز بعد پس از حذف این تصاویر رفع فیلتر شدند. در پایان برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امین خبرنگار ما در ترکیه که این هفته نیز مروری دارد بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته این کشور. چند روز پس از اظهار نظر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر لزوم مذاکره با بشار اسد، هنوز هم واکنش ها نسبت به این سخنان جان کری زیاد هستش. در این میان ترکیه بیش از هر کشور دیگه نسبت به این موضع وزیر امور خارجه آمریکا دلخور هست. از جمله در تازه ترین این واکنش ها روزنامه خبر ترک روز چهارشنبه در گزارشی سخنان نخست وزیر ترکیه رو در این زمینه بازتاب داده. این روزنامه به نقل قول از احمد داوودوغلو نوشته که فشردن دست اسد یعنی دست دادن با هیتلر، صدام و میلوسویچ. داوودوغلو که به نظر به شدت از سخنان وزیر خارجه آمریکا عصبانی بود، خطاب به جان کری و همینطور اتحادیه اروپا گفته اگر دست دوستی به سوی اسد دراز بکنید این واقعه از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد و کسانی که قصد فشردن دست اسد رو دارن تبعات هر گونه ظلم و جنایت رو در آینده به دوش خواهند کشید.
شده از امریکا. حتی آلمان هم اواخر این هفته موضع مشابهی رو نسبت به رژیم سوریه اتخاذ کرده. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در این باره به روزنامه آلمانی زد دویچه گفته که پایان خشونت در سوریه تنها از راه مذاکرات دیپلماتیک میسر است، حتی اگر این مذاکرات با مقامات رژیم اسد باشد. بر روی مشخصا این گونه موضع‌گیری های غرب به هیچ وجه خوشایند دولت کنونی ترکیه که خواهان سقوط رژیم اسد نیست. اما این هفته یک گزارش جالبی رو مؤسسه سونار که مؤسسه نظرسنجی معتبر در ترکیه است منتشر کرده در مورد انتخابات پارلمانی خرداد ماه در این کشور. نکته قابل توجه در این نظرسنجی این بود که این مؤسسه بر اساس تازه ترین برآوردهای خودش گفته که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی پیش رو تنها میتونه 40% آرا رو به خودش اختصاص بده و از این رهاور 243 کرسی رو در پارلمان تصاحب کنه، که البته برای تشکیل دولت این تعداد کرسی کافی نیست، چرا که بر اساس قانون تشکیل دولت به تنهایی توسط یک حزب نیازمند کسب 274 کرسی پارلمان است. از این رو این مؤسسه مدعی است این احتمال وجود داره که دولت آینده در ترکیه دولت ائتلافی باشه. اما خبر آخر این که ترکیه این هفته مراسم جشن موسوم به نبرد چانک قلعه رو با حضور مقامات 100 کشور جهان برگزار کرد. در واقع نبرد گالیپولی یا نبرد چانک قلعه در خلال جنگ جهانی اول بین نیروهای متفقین و عثمانی ها روی داده. در این نبرد نیروهای متفقین تلاش داشتند که با ورود به تنگه‌های بوسفور و دارانل شهر استانبول رو تصرف کنند، که در نهایت با مقاومت عثمانی ها نیروهای متفقین ناگزیر به عقب نشینی شدند. اما ترکیه اخیرا تبلیغات زیادی رو در مورد این واقعه تاریخی انجام داده، تبلیغاتی که با واکنش منفی مقامات ارمنستان هم روبرو شده. ارمنستان معتقد ترکیه با برجسته کردن نبرد چانک قلعه قصد به حاشیه راندن واقعه کشتار ارامنه رو داره. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما رو می توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. ضمن تبریک دوباره سال نو خورشیدی به شما بینندگان گرامی، تا درودی دیگر، بدرود.